بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه دوستان و عزیزانی که توی این جلسه حضور دارم. ما قرار هست در رابطه با رابطه صحبت کنیم، رابطه با دانش آموزا یا دانشجوها. پیش‌فرض من اینه که افرادی که اینجا حضور دارن یه جور شغلشون با معلمی نزدیک و در ارتباط هست و یا توی دانشگاه یا توی مدارس ما با دانش آموزا و دانشجو در ارتباطند و همینطور تجربه معلمی دارند و به دلایل مختلف از جمله این داستان کرونا و کووید 19 و اینجور چیزا تجربه معلمی مجازی هم دارند. برنامه های این چنینی مثل این وبینار حکم یک مدل کارگاه رو داره و به نظر من با این مدل میتونه مفید باشه. اگر بنابراین باشه که من هم اینجا رو مثل کلاس شروع کنم و یه چارچوبه تو ذهنم دارم بالاخره دیگه صحبت کنم یک سویه و اینا، معمولا احتمالا دوستان ما مثل خانم بندلی و دیگر دوستان میشناسن دیگه، خیلی من حس خوبی ندارن و برای من خیلی خوشایند نیست که یک سویه بخوام صحبت بکنم. حتما دوستانی که حاضر هستن تجربیات خوبی دارند. این تجربیات خوب سوالاتی است که در ذهنشون ایجاد شده و احیانا پاسخی که براش دریافت کردن یا سوالاتی است که هنوز تو ذهنشون بی پاسخ مونده. من فکر میکنم که تو این تایم یک ساعتی که ما تقریبا داریم و چند دقیقه گذشته، بهتر از این که شما شنونده صرف صحبتهای من باشی، اگر که یه تعاملی برقرار بشه و ما مسائلی رو که واقعا مسئله هست برای دوستانی که حاضر هستن اینا رو اینجا مطرح بکنی و با هم دیگه سراغ تبیین و تحلیل اون مسئله یا احیانا پیدا کردن راهکارهایی باشیم، من مطمئنم که اینجوری بیشتر میتونه مفید باشه برای ما. برای اینکه واقعا ما نمیتونیم بگیم که ببینید ما یه بیس نظری جدی داریم، چند تا نظریه پرداز داریم، اینا اختصاصا اومدن در رابطه با تعامل در فضای مجازی مثلا یه سابقه چند ده ساله دارند و الان قراره که من بیام اینا رو دستبندی شده اینجا صحبت بکنم. بنابراین من میتونم یه چارچوبه رو عرض کردم توی ذهنم دارم، میتونم در ارتباط با رابطه با دانش آموزها تو کلاس‌های واقعیمون، تو کلاس‌های حضوریمون صحبت بکنم، بعد یه مختصات و مشخصاتی رو از این کلاس‌ها بگم که ما تو رابطه‌مون با دانش آموزها و دانشجوامون باید چه چیزایی رعایت کنیم، لحن کلام ما چطور باشه، نگاهمون چطور باشه، توزیع نگاهمون چطور باشه، چطور به وقتی سر کلاس درس میدم بتونم به همه دانش آموزا نگاه کنم مساوی، بعد این مساوی بودنم هم واقعی باشه، مصنوعی نباشه، یعنی تو نباشه مثلا فرض کنم از این صندلی شماره 1 شروع کنم به ترتیب نگاه کنم بچرخم و بعد حالا از اون ور شروع کنم. اون مشخصه که اینجوری ما نمی‌تونیم نگاهمون رو توضیح بدیم. من قراره که رندوم نگاهمو پرتاب کنم به همه و بعدش هم یه دانش آموز نیاد بگه که من در طول کلاس یک دفعه چش معلم به چش من نیفتاد. خب این رو مثلا فرض کنید که تو کلاس واقعی لازم داریم، در تعامل با دانش آموزم تو کلاس مجازی ممکنه این اتفاق نیفته. حالا این نگاهی که من لازم دارم تو کلاس مجازی چطور قراره که مثلا جاستیفای بشه؟ این شاخص. ما میتونیم شاخص دیگه‌ای هم داشته باشیم. مثلا زبان بدن من تو کلاس واقعی بعد چگونه باشه؟ من چقدر میتونم از حرکات دستم استفاده کنم؟ الان اگه من مثلا با حرکات دستم استفاده کنم این کارو بکنم، برای شما خیلی خوشایند نیست، شما میبینید دیگه همین حرکات دست من که یکم جلوتر میاد تو کلاس خیلی میتونه مفهوم خوبی رو منتقل بکنه، ولی اینجا این حرکات دست من اومده جلوی دوربین، معنیش اینه که اومده جلوی چش شما، یه سر کلاس اینجوری داره تفسیر میشه که انگشت من داره میره تو چش دانش آموز من. خب ما میتونیم اینقدر ریز بشیم و بعد مثلا فرض کنیم بگیم آره فضای مجازی، آیا من قراره که مثلا دستبندی صحبت بکنم؟ این دستبندی هایی که من تو کلاس مجازی دارم چقدر باید ریز باشه؟ ولی مثلا تو کلاس واقعی ممکنه که اونقدر نیاز نباشه، به محضی که مسئله ابهام پیدا کرده همون لحظه دانش آموز من دانشجوی من مثلا دستو بالا میگیره میگه من اینجا رو نفهمیدم، تو کلاس مجازی ممکنه که این اتفاق نیفته، قرارشون اجازه بگیره و اون یه فرایندی داره یه تشریفاتی داره، میدونید
من تو کلاس واقعی از نگاه دانش آموزم خیلی چیزو میفهمم که دانش آموز داره میگه تو کسالت آور صحبت میکنی، خسته شدی، مثلا سر رفت، یا کنجکاوانه دنبال ادامه مطلب هست و تو کلاس فضای مجازی ما این رو نداریم. خب ما میتونیم اینجور ریز بشیم و تک تک اینها رو در موردشون آنالیز کنیم تا ساعت بشه 5:59 و من یه دفعه بگم ای وای وقت تموم شد، حیف شد 6:59 و بقیهش میمونه برای جلسه بعد، جلسه بعد که تشکیل بشه یا نه، یا اینکه شما زحمت بکشید و عرض بکنم که اینجا گفتن که لطفا از هندفری استفاده کنید صدای سیستم رو بلند. آه من نیستم احتمالا منظورشون. اوکی عرض بکنم که آره اگر که با مسئله مواجه شدن دوستان ما اینا رو اگر اینجا اجازه بگیرن و صحبت بکنن و ما بیایم دو سه تا مسئله این گونه رو شناسایی بکنیم و بر اساسش به سری قواعدی برسیم و اونها بشه محور صحبت ما، شاید نتیجه کاربردی تری بگیریم. این پیشنهاد من هست. حالا ببینیم که خوشبختانه حضور خوبی هم داریم، جمعیت خوبی حاضر هستن. امیدوارم که این زحمتی که میکشید و وقتی که گذاشتید بالاخره بعد از یک ساعت دست خالی از این جلسه مجازی بیرون با عرض داریم. سلام خدمت استاد، صدای منو داری؟ من میشنوم. بله متشکر از توضیحاتی که دادین. ببخشید من یکی از مشکلات مهمی که دارم همین توضیحی که شما دادین در ارتباط با دانش آموز که وقتی تو فضای مجازی هستیم، واقعا من نمیدونم الان چند نفر از اون دانش آموزای من دارن به حرف من گوش میکنن، چند نفرشون گذاشتن برای بعدن که گوش بکنن و چند نفرشون هم هیچ چیزی، یعنی اون تعاملی که من سر کلاس میتونم داشته باشم نده. یعنی اگه این مشکل بتونه برای ما حل بشه و راهکارش داده بشه، فکر میکنم یه قسمت اعظمی از مسائل فضای مجازی برای من معلم و دانش آموز حل خواهد شد. یعنی این مهمترین چالش فکر میکنم که وجود داره، چون ما همه جور محتواهایی درست میکنیم، سعی میکنیم جذاب باشه، اصل مطلب رو برسونه، همه این کارو. یعنی من خودم هم به شخصه و همچنین همکارای دیگه ما توی این از اسفند به این طرف دیدم خیلی محتواهای عادی ما تولید کردیم، ولی بازخوردی رو که از طرف دانش آموز می‌خواستیم اون بازخورد نبود. تازه من باز مال مدرسه هستم که اکثر بچه‌های ما بچه‌های تیزوشان هستن و خوب هستن اینا، ولی باز اون بازخورد خوب رو نتونستیم بگیریم. فکر می‌کنم این ارتباط فوق‌العاده مهمه و باید بهش خیلی اهمیت داده بشه. خیلی متشکرم. من از آخر صحبت شما می‌خوام شروع کنم. شما گفتید که تازه من توی مدرسه هستم که اکثرشون تیزهوشان هستند و ببینید اینجا تیزهوشان الزاماً شاخص خوبی نیست. اینجا تیزهوشان یعنی دانش آموز میدونه خیلی هوشمندانه میدونید سر کلاس نباشه ولی اظهار کنه که سر کلاس هست. دقیقاً همینجوره. ما هم مشکلمون همین مسئله هست. دقیقاً بنابراین نگاه کنیم که هوش همه جا هوش مثبت ارزیابی ممکنه نشه. نکته بعدی، قبل از داستان تیزهوشان شما صحبت کردید که محتوای عالی رو تعریف کنید. محتوای عالی رو تعریف کنید. محتوای عالی یعنی چی؟ شما میگید محتوای عالی چیست؟ ببینید دقت بکنید توی فضای مجازی اگر ما بخوایم بگیم محتوای عالی، یعنی یکی از شاخص‌های عالی بودن محتوا اینی که بتونه دانش آموز رو نگه داره. و اگر شما میگید نگه نمی‌داره، خب محتوا عالی نیست. محتوا شما شاید فقط به کیفیت محتوا نگاه میکنید که تمام مطالب درسی با جزئیات توش هست، محال تستی تهیه بشه که تو این جزء مثلا فرض کنید اگه دانش آموز مثلا مطلبش اینجا پیدا نکنه. این محتوا یک بخشش محتواست، یه بخشش شکل همون محتواست. میدونید اگر قراره که ما با استفاده از محتوا ارتباطمون رو با دانش آموز حفظ بکنیم، اون محتوا محتوای عالی است. اگر اینجا ما جلسه تعامل با دانش آموز داریم دیگه، یعنی قراره که رابطمون دو طرفه باشه. مثلا رابطه من باید دو طرفه باشه. در رابطه دو طرفه ما باید از هر ابزاری استفاده کنیم که این رابطه دو طرفه رو اگه نیست ایجاد کنیم، اگه هست تقویت کنیم. ببخشید استاد، ببخشید. یکی از ابزارها صحبت شما صحیح، ولی قبول دارین من معلم هم بخوام کیفیت محتوا رو درست بکنم هم کمیتش رو، به هر حال احتیاج به یه سری یادگیری ها دارم که ممکنه خیلی از اینا به من آموزش داده نشده. یعنی من خودم فی نفسه خیلی چیزا رو بعد می‌رفتم سرچ می‌کردم و خیلی زد. حالا این مش
مشکل رو با ما چه شکلی حل کنیم؟ همینطوره. من معتقدم که از این وبینارها زیاد شرکت کنیم. اصلا اصل داستان فلسفه تشکیل این وبینار و علاقه بنده به اینکه در خدمت شما باشم همینه. ما این مسئله رو مسئله مثلا 50 سال پیش که نداریم که، این مسئله است که ما چند ماه باش مواجه شدیم و الان زمان ناشیگری های ماست و زمان با تجربه شدن های ماست. نفهم بداریم این اتفاق میفته دیگه. ببینید الان من متوجه میشم که ما باید در تعریف محتوای عالی تجدید نظر کنیم. دقت بکنید، من الان دارم با شما صحبت میکنم. اوکی. ببینید من میتونستم بگم صرفا خانم من سوال شما رو کاملا متوجه شدم. اگر نکته اضافه دارید بفرمایید، اگر نه اجازه بدید من توضیح بدم. خب من اون وقت میتونستم توضیح بدم. در چنین شرایطی شما دوباره نمی اومدید و در مورد این که خب ما نه مطلبی داریم نه سورسی داریم نه چیزی بیاد به من بگید. این رابطه ما چرا تعاملی بود؟ برای که من نیومدم به شما بگم خب شما سوالتون رو پرسیدید، نکته دیگه ندارید، خداحافظ شما، بیام و بعد بیام مثلا فرض کنید توضیح بدم. این خیلی مهمه. برید دقت بکنید، دقت بکنید چه در کلاس حضوری، چه در کلاس مجازی، چه در رابطه با دانش آموز، چه در رابطه با هر فردی دیگه. برید چیزی که مهمه اینه که اگر من معلمم، اگر من مدیریت این کلاس و این جلسه رو اینها رو قرار در اختیار بگیرم، حتما و حتما من باید با خودم گفتگویی بکنم که شما اون گفتگو رو نمیشنوید. مثلا شما اون گفتگو رو نمیشنوید. این گفتگوی من با خودمه که داره این جلسه رو مدیریت میکنه. بنابراین ببینید من اگر قراره که تدریس کنم، من باید مدام بگم این مطلب رو، این محتوا رو چگونه ارائه بدم که همواره دانش آموز احساس کنه که یک لحظه اگر این هنسفری از گوشیش در بیاره، از جلوی لپتاپش از گوشیش بره کنار، اصل مطلب از دستش رفته. ببینید ولی سر کلاس حضوری ممکنه که اون موقع برای من این مسئله کنار نباشه که تو دانش آموز نمیتونه که در کلاس بدون اجازه بره بیرون. که اون موقع ممکنه که من برای مدیریت کلاس ببینید بیشتر به فکر جذاب کردن مطلب باشم با یه شیوه دیگه. برای دقت بکنید اگر قراره که من تعاملم با دانش آموزم اگر نیست ایجاد بشه، عرض کردم اگر هست تقویت بشه، یه شاخصی دیگه من میتونم با محتوا کار بکنم. ببینید محتوایی که ما تو فضای مجازی لازم داریم تفاوتش با محتوایی که ما در کلاس‌های حضوری میتونه زیاد باشه، ولی یه چیزی که الان به ذهن من میرسه اینه که محتوا در فضای مجازی باید بسیار خرد بشه. ببینید باید خیلی خرد بشه و با لقمه های خیلی کوچیک به دانش آموز داده بشه که دانش آموز رو نگه داره. ببینید شما میتونید با بچه‌تون برید پارک یه لقمه ساندویچ درست کنید، این لقمه رو دستش بگیره بره بدوه، درست شد؟ میتونید با بچه‌تون برید پارک لقمه های کوچولو درست کنید و مجبوری کنارتون بشینه دیگه نمیتونه بدوه. و محتوا رو ما باید تبدیل کنیم به لقمه های خیلی کوچیک. چقدر ما میتونیم مطالب درسی رو درجه بندی پله به پله بکنیم، درست شد؟ بعد وقتی یه پله رو دادیم، بازخوردش رو از 5 تا از دانش آموزا بگیریم. اگر بازخورد مثبت بود، اگر دیدیم فضا جا افتاده و رندوم 5 تا دانش آموزا اومدن وارد شدن، درست شد؟ من چیکار کنم؟ من لقمه بعدی یا پله بعدی و بعد بازخورد از 5 تا دانش آموز دیگه که من دارم تعیین میکنم اونا رو. می‌دونید؟ بنابراین ما همواره هوشیاری دانش آموز رو فعال نگه می‌داریم. ضمن اینکه ما تو این پله به پله جلو رفتن ها رفت و برگشت داریم. یعنی من 5 دقیقه رو پله اول میمونم، بعد میرم پله دوم، پله سوم، دوباره برمیگردم پله اول، 1 دقیقه دیگه صبر با یه سوال از یه دانش آموز از پله اول، دوباره میرم پله دوم، پله سوم، پله چهارم، برمیگردم پله دوم. نفهمیدید؟ این که ما بتونیم محتوا رو خرد بکنیم و بعد قدم به قدم پله به پله رفت و برگشتی بیاین و بعد اون وقت یه دانش آموز سوال بپرسه، پاسخش من از یه دانش آموز دیگه بخوام. نفهمیدید؟ بعد خودم از یه دانش آموز سوال بکنم، پاسخش رو یه دانش آموز دیگه ارزیابی کنه. ببینید؟ بهش میگم که مبینا بله تو فکر میکنی که مثلا سحر چی میگه، درست میگه، غلط میگه. درست؟ و هر دانش آموزی
هر دانشجو احساس میکنه که واقعا ممکنه مخاطب قرار بگیره. به این شکل ببینید، من از دانش آموزا استفاده میکنم برای اینکه تدریس من پیش بره. خب نکته ای که مدلی که الان ما داریم چیه؟ اینی که معلم درس میده، وقتی درس میده کات درسته، و 10 دقیقه حضور غیاب میکنه. اون 10 دقیقه داره چیکار میکنه؟ داره زمان تدریسش رو کم میکنه. به این شیوه من ضمن این که رندوم حضور غیاب میکنم، یک، دوم که با حضور غیاب و با کمک خود دانش آموزا درس رو دارم پیش میبرم. درک میکنید؟ و این خیلی مهمه که دارم درس رو پیش میبرم و زمان من حروم نمیشه. یک شاخص یا یک ارزش ویژه دیگه هم داره. این ارزش ویژه رو من انتظار دارم شما بونم. اگر من مطالب درس رو خورد بکنم، درجه بندی کنم، پله به پله بکنم، اولین ویژگیش اینه که من عملا یه حضور غیاب دارم رندوم. دوم این که پیشرفت من کند نمیشه، وقت من صرف حضور غیاب نمیشه. یه ویژگی دیگه هم داره. اگر معلمی کرده باشید شاید بتونید این ویژگی سوم رو مهمترین مسئله که وقتی دانش آموز مطلب رو توضیح میده برای دانش آموز دیگه خیلی قابل درکتره، به زبون خودشون بیان میشه. من از این راهکار خیلی استفاده میکنم. فقط مسئله که الان برای من پیش اومده این استش که این که میگین پله اول، پله دوم، پله سوم، یعنی من یه مبحثایی رو بذارم توی مطلبم بمونه، وقتی رسیدم به پله چهارم دوباره برگردم تو پله اول اون مبحث رو ادامه بدم، یا نه پله اولم رو کامل بزن بیان بکنم بعدم به عنوان یه سوالی که یه گذشته از اون توضیح هم باشه. اینو یه توضیح میفهمه. وقتی شما میگید پله اول رو من کامل بیان بکنم، انگار این پله اول خودش همون مثلا مطلب یه پاراگرافه یا دو خطه. دقیقاً همینطوره. ببینید، من این دو این همین یه پاراگراف یا دو خط رو که میخوام ارائه بدم، اینو ارائه میدم، ممکنه که اینو قراره به عبارت دیگه بگم، میدونید این به عبارت های دیگه رو من میتونم نگم، اینها رو از دانش آموز. بسیار عالی، درست شد. این که من مونولوگ صحبت نکنم، این خیلی مهمه که ما در آموزش مجازی مونولوگ نشیم. ببینید، دقت بکنید، این دوربین، این فضای مجازی متاسفانه آسیبی که به ما میزنه اینی که رابطه رو از بین میبره. شما نگاه کنید دیگه، اصلا شما نگید لپتاپ، شما نگید گوشی، شما نگید خودرو. دیدین دیگه، ببینید دو نفر پشت فرمون نشستن تو خیابون، سر این که مثلا این اول بره اون اول بره، کارشون میفته به قفل فرمون و دعوا. همینا بدون ماشین شروع میکنه به تعارف. خودرو چیکار میکنه؟ خودرو رابطه رو از بین میبره. می‌دونید، خودرو به این دلیل که رابطه رو از بین میبره، رابطه رو به شدت کاهش میده، اسباب سوء تفاهم میشه، اسباب سوء استفاده میشه. همون آقایی که میخواد بپیچه جلوی من، کافیه دستش از شیشه ماشین بیاره بیرون، من خیلی راحت بهش راه میدم. می‌دونید، میگم مثلا عذرخواهی کرد، ببین خودش میدونه که حقش نیست. ولی وقتی این کارو نکنه، خب اون که منو نمیشناسه که. میدونید، من فکر کنم چه پدرکشتگی با من داره. ببینید، لپتاپ، گوشی، ابزار، تکنولوژی، خودرو، اینا آسیبشون اینه که به رابطه آسیب میزنن. میدونید، و ما برای اینکه این رابطه کاهش پیدا نکنه، یا بالاخره تا حدودی بدونیم این اثر منفی رو کاهش بدیم، عرض کنم که یه سرکار خانم یه پاسخ خیلی خوبی دادن، من میترسم که این تکسشون بره، گفتن اون فایده ای که داره ارزیابی بچه‌هاست. شما خیلی خوب گفتید از جمله فایده ای که داره که دانش آموزا به زبون خودشون، میتونه فواید دیگه ای هم داشته باشه، ولی ارزیابی بچه ها آفرین داره این پاسخ. به شما میگم چرا مهمه، چون ما یکی از مشکلات جدی که داریم توی فضای مجازی ارزیابی آخر ساله دیگه. میدونید، تو داستان آخر سالی که میگم نکنه کتابشون باز کنه جواب بده، محدودیه زمانی بذارم تا سر ثانیه بعد به من پاسخ بدی، اگه تا این سال پاسخ ندی معلومه که رفتی سراغ جزوه، معلومه که رفتی سراغ. ما همینجا ارزیابی فعال داریم، 80% ارزیابی من میتونه همین باشه. یعنی من وقتی دانش آموزا درگیر میکنم، خب ایشونی که بنده لیست رو دارم، انقدر از این مثبت منفی ها تا آخر سال دارم، توی یه کلاس هم، توی یه جلسه یه کلاس هم میتونم جوری بر دانش آموزا 2-3 بار ارزیابی کنم، حتی اگه بخوام، بدون اینکه وقت آموزش و تدریس من آسیب ببینه.
و اون وقت اون ارزیابی پایان سال من میتونه 20% حتی 10% باشه، یا اگرم 100% هست حداقل اعتبار اون ارزیابی رو من میتونم بر اساس این ارزیابی سنجش بکنم. برای من دقت بکنید، من حتما پله به پله میکنم. مقصود از پله به پله اینه که ما به این شکل میتونیم مزاحمی به اسم فضای مجازی که باعث شده که این ارتباط کاهش پیدا کنه رو، اثر بخشی منفیش رو تا حد امکان کم بکنیم. خیلی خوب، دیگه بفرمایید بقیه دوستان مشارکت بکنن. مخالفتی ارز کنم که. سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر، خسته نباشید. خود همین خانم هم یه چند جمله دیگه داشت. بفرمایید. متشکرم. در واقع کاری که دارم، خودم برگزار کننده کلاس‌های آموزشی توی مدارس هستم. یه مشکلی که تقریبا توی خیلی از همکارا می‌بینم این هست که همون طرح درس و استراتژی که در کلاس حضوری دارن رو، همون رو میان در کلاس مجازی اجرا می‌کنن. حالا اینکه میگم طرح درس و استراتژی از در واقع تفهیم مطلب تا آزمون رو شامل میشه، یعنی همون روالی که در کلاس عادی دارن رو اینجا هم هستش. میخوام بدونم چجوری باید این تفاوت‌ها رو به معلم‌ها بفهمونیم که باید طرح درسشون، استراتژیشون تغییر بکنه، و اصلا آیا این نیازی به این بازنگریه کجاها هستش؟ چجوری باید اینو در واقع به معلم‌ها ما اینو بفهمونیم که طرح درس و استراتژیشون رو برای فضای مجازی تغییر بدن؟ احساسی که من دست دادم اینجوری صاف و ساده به شما بگم، شاید نمیدونم یه خودم خنده‌دار باشه. ببین مثل چه مونه، مثل یه آدمی که همیشه توی شهرستان بدون ترافیک رانندگی کرده و هیچ وقت هم مشکل جا پارک نداشته، بعد ایشون اومده تهران به هر دلیلی، ایشالله مثلا به یه دلیل خیری، بعد ایشون نگاه میکنه میبینه که ماشین رو کجا پارک کنم، بلد نیست واقعا، اصلا مفهوم جا پارک رو نمیدونه. ببینید چیزی خیلی مهمه اینه، ببینید شما دارید میگید که به ایشون میگید، میگید ببینید تو چون اونجا همیشه اونجوری رانندگی کردی اینجا این مشکل داری. خب حالا ما مشکل رو میشناسیم، میگید چیکار کنیم که اونا استراتژیشون رو عوض کنن؟ ببینید کارو ما باید بکنیم، اونا نباید بکنن. اونا نمیدونن، ایشون نمیدونه کجا پارک کنه. شما اگه بهش بگید آقا پارکینگ 200 متر جلوتر، خیالش راحت میشه. این مسئله که اونا قرار عوض کنن، خب قرار چیکار کنن، کجا برسن؟ چیزی ندارن. اگر که یه چارچوبه منظمی داشته باشن، میدونید، بعد من میگم ببینید شما سر کلاس بایستی که چند دقیقه زودتر برسید. ما الان میدونید الان اینطور نیستش که مثلا فرض کنید کلاس حضوری باشه، دانش آموزا باشن، بعد سر و صدا کنن، 5 دقیقه دیر برسن. کلاس مجازی معنیش اینه که بنده بایستی که فرض کنید 5 دقیقه زودتر باشم. شاید من نمیدونم سیستم طوری تعریف شده که اگه من وارد نشم اصلا بقیه دانش آموزا نمیتونن وارد بشن. دانش آموز میخواد وارد کلاس بشه نمیدونه چرا؟ چون بعد اول معلم وارد میشه. شاید سیستم اینجوری تعریف شده. اون وقت دانش آموز 5 دقیقه تلاش میکنه میگه لابد معلم نمیخواد بیاد دیگه. اینجا 5 دقیقه دیر رفتن با 5 دقیقه سر کلاس حضوری دیر رفتن، خب این شروع کلاس ما که من میخوام وارد کلاس بشم، این تفاوته هست. از این سلام علیک ورود کلاس ما تا آخرش که قرار کلاس مثلا تموم بشه، ببینید استاپ ریکوردینگ رو بزنید یا نزنید، میکروفون رو خاموش بکنید یا نه، اند میتینگ رو بزنید. اگر من بزنم اند میتینگ دیگه مثلا وایس صدای من قطع میشه یا نمیشه، اینا تمامش باید صفر و صدش برای کسی که قرار کلاس مجازی داشته باشه مشخص باشه. و اینا رو معلمای ما قراره نیست بدونن و نمیدونن. و من فکر کنم مشکل اینه که یه تیمی میخواد که صفر تا صد وضعیت موجود رو تا وضعیت مطلوب تعریف بکنه و بعد توی یه محدوده زمانی یه پروتکل آموزشی رو تعریف بکنه که بگه توی این محدوده زمانی قرار من از نقطه صفر به نقطه صد نزدیک بشم. بنابراین ببینید ما قرار نیست به معلم‌ها بگیم تو رو خدا روشتون رو عوض کنید. ما باید معلم‌ها بگیم که تو رو خدا بیایید و این مدل رو کنار بگذارید تو این بخش و این مدل رو به جاش جایگزین بکنید. بنابراین ابتدا به نظر من ایدئال اینه که یه چارچوبه مشخص بشه و وضع موجود رو ارزیابی کنیم، بعد معلم بدونه که امروز و فردا قراره تو کلاس مجازی به این دو نکته توجه کنه. بعد چه اتفاق میفته؟ بعد دو تا نکته دیگه هست و تو نکته دیگه هست و توی محدوده اول تا آخر ترم
ما فکر کنیم که دیگه این معلم معلمی است که آموزش دیده است برای کلاس های مدرسه، وگرنه خب شما فکر می‌کنید معلم، ببینید شما الان از اینجا اگه پاشید برید چه می‌دونم یه کشور خارجی فرانسوی زبان فرانسه بلد نیستید، درست شد؟ خب فرانسه بلد نیستید قرار نیست، قراره به تدریج فرانسه صحبت کنید دیگه. اونجا ما با زبان اشاره و با کلمات نمیدونم چی چی و چیزایی که مشترکه، شما تو کشور فرانسه اگه بگید 2 کیلو سیمان همون 2 کیلو سیمانه، چون فرانسوی به 2 میگن 2 کیلو، هم میگن کیلو، سیمان هم میگن سیمان، میدونید؟ ولی خب بقیه چیز فرق میکنه. ما باید نگاه کنیم اونایی که مشترکه کدوم هاست، اونایی که متفاوته رو دیست بکنی میدونید؟ و بعد بیاییم از من فکر کنم که واقعا نیاز به یک دوره، به یک طرح پژوهشی مفصل با استفاده از افراد مختلف، متخصص فنی، کامپیوتر، نرم افزار، روانشناس، همکارای خانم دکتر بندنی ما، میتونید یه تیم تخصصی میخواد که این تفاوت ها رو وسواس گونه میدونید لیست بکنه توی محدوده زمانی و بعد بیاد یه دوره آموزشی بذاره و معلم ها بیان و کار استارت. خیلی خوب، خیلی خوب. One more please. خیلی خوب. سلام استاد، وقتتون بخیر، خسته نباشید. استاد جسارت، من یه چند تا سوال داشتم. اول در مورد اون مطلبی که خودتون فرمودین که خرد خرد کنیم و ارائه بدیم، الان نمیدونم بخشنامه جدید آموزش پرورش رو ملاحظه فرمودین یا نه، که فرمودن یعنی تایم کلن مجازی توی مقطع پیش دبستان و دبستان دیگه بیشتر از 30 دقیقه نباید باشه در طول روز. خب حالا با این حجم زیاد از کتاب ها و تعداد زیاد کتاب هاشون چطوری قراره من خورد خورد اونم حالا مثلا نهایتا توی کل روز 30 دقیقه بشه، چطور من اینا رو باید ارائه بدم؟ ارز کنم که سه به علاوه سه میشه چند؟ با من اینا بله دل با شما بله بله نوش میشه سه ضرب در سه میشه چند؟ چرا؟ چرا؟ خب اون ضرب این جمع دیگه اومده از یه راه سریع تر رو جواب رسیده و ساده تر. بله و ساده تر. خب حالا مشکل اینجا که استاد من معلم کلاس اول هستم، خیلی فرق میکنه با معلم های پایه های بالاتر. الان منظورم بله بله متوجه شدم. بگم که ببینید 3 ضرب در 3 میشه 9، چون همون 3 به علاوه 3 همین به علاوه 3 هست و 3 به توان 3 میشه 27، چون همون 3 به علاوه 3 به علاوه 3 هست یا همون 3 ضرب در 3 ضرب در 3 هست. من با 3 جمله جمع و ضرب و توان رو به شما گفتم و بعد اگر یه جمله دیگه بگم لوگاریتم من به شما بگم، چون لوگاریتم من بعد از توان دیگه، اگر ریاضی بلد باشی میدونی. میخوام این رو بگم، ببینید خرد خرد کردن به معنای این که بنده قراره تمام کتاب رو کلمه به کلمه بکنم، ببین ما این محدودیت زمانی داریم، شما میتونید مطلب رو لایه به لایه بکنید. منظور من خود یعنی چی؟ شما کتاب بخونید، شما میتونید کتاب رو ورق بزنید در عرض 10 دقیقه 0 تا 100 کتاب رو و 10% مطلب رو یاد میگیرید. میتونید یه خورده این ورق زدن رو کند کنید 20% رو یاد میگیرید. میتونید دوباره یه بار دیگه برگردید با عمق بیشتری 50% رو یاد بگیرید. مطلب کجاست؟ مطلب اینجاست که ببینید اگر که نیم ساعتی که تو فضای مجازی درست من نمیتونم مطلب رو به دلیل نیم ساعت بودنش این مطلب رو درس بدم، خب تو فضای واقعی هم نمیتونم. نفهمیدید؟ یعنی اگر ما میگیم خورد کنید معناش این نیست که ما زمانی بیشتری لازم داریم، معناش این نیست. ببینید قرار نیستش که من مثلا فرض کنید که یه جایی مسئله رو حل کنم یه گره رو باز کنم 6 تا گره جدید بزنم، که یعنی من اگه مثلا خورد کنم این باعث میشه که من مثلا به 1/4 درسم برسم، 3/4 درسم بمونه که فایده نداره. که مطلب اینجاست که ببینید مثلا اینجا شما ممکن مثلا فرض بکنید بیاید یه مبحث رو یه اشاره‌ای بهش بکنید درست رو بعد یه مثال هم براش بگید مثلا برای همین دانش آموزا و بعد بگید بقیه‌اش تکلیف خونتونه.
ولی ببینید ما برای اینکه آموزش بدیم، تدریس کنیم، گاهی یه فردی میاد کلی صحبت میکنه. نفهمیده؟ مثلا فرض بکنید، فرض بکنید که شما میخواید چه میدونم یه نفر میخواد نقشه تهران رو به شما یاد بده. درسته؟ ممکنه بیاد از تاریخ تهران بگه، تاریخچه تهران بگه، بعدش هم بیاد از یه طرف تهران قشنگ یاد بگه میدون نمیدونم قدیما میدون آزادی غرب تهران بود، دریاچی چیتگر غرب تهران، شروع کنه برسه تا اون طرف شرق تهران تر بیاد. یه نفر ممکنه بیاد ببین 4 تا میدون اصلی رو یاد بده، بقیه رو بگیرید خود با همین قالب برید یاد بگیرید. منظورم از خرد کردن طولانی کردن داستان نیست، منظورم استفاده از مدل تدریس من برای ایجاد رابطه یا حفظ رابطه یا تقویت رابطه است. میدونید؟ یعنی اگر رابطه نیست ایجاد کنیم، اگر رابطه هست حفظش کنیم، اگر فضا مناسب تقویتش کنیم. و شما این مسیر رو باید عبور بکنید بالاخره. میدونید؟ بالاخره وقتی شما بخواید به دانش آموز اول ابتدایی یاد بدید، باید از این مسیر رو عبور کنید دیگه. یعنی باید مشخصا مثلا من میدونم در دانش آموزای اول ابتدایی یکی از چیزایی که یاد میدن دسته‌بندی هاست. طبقه بندی هاست. حالا مثلا تو علوم عمدتا ما طبقه بندی داریم دیگه. فهمیدید؟ تو ریاضی هم همینطوری هست، مفاهیمی مثل بزرگتر و کوچکتر و مساوی و بعد عرض بکنم که این کنار این چند تا میشه و ایناست. این رو میشود کلی صحبت کرد، بعد سراغ مصادیق رفت، میشود پله به پله کرد و تو این عبور از پله اول به پله دوم از دانش آموزای دیگه کمک گرفت. خیلی خوب، خیلی خوب. خب بعضی از اوقات به دلیل کندی سرعت اینترنت وقتی ارتباط تصویری میشه مشکل قطع معلم مجبور میشه به این دلیل قطع صدای تصویری ارتباط صوتی بگیره، کلن اثر بخشی رو از دست میده. همینطوره، این مشکل سخت افزاریه، میدونی؟ یه واقعیتی مثل این که من خیلی وقتها وقتی مثلا تلفنی اینترنتی صحبت میکنم، دیدین دیگه تو اینترنت صحبت کردن یه صحبت چیزا تلفنی یا هستی که دارین تلفن مثلا با واتساپ صحبت میکنیم یا هر چیز دیگه، اینی که آدم یه خورده مؤدب میشه توی حرف دیگری نمیاد، برای که وقتی فرد حرف میزنه شما یه خورده صبر کنی بعد شروع کنی صحبت کردن، وگرنه صدای طرف مقابل رو از دست میدی. میدونید؟ یعنی اشتراب ناپذیر این اتفاق میفته و اینجا خب ما مشخصا اشتراب ناپذیر این مشکل سخت افزاریه. توی کلاس های مجازی که ما داریم زیر ساخت های لازم پیش بینی شده نبود، برای کسی قرار نبود. میدونید من پنجمین ساله که مجازی درس میدم، چون توی این دانشگاه شهید بهشتی که من دارم تدریس میکنم ما 5 ساله که دانشجوی مجازی میگیریم، دانشجوی مجازی رشته روش تربیتی داریم فوق لیسانس، و از همون ابتداش هم درس روش شخصیتشون با من بوده، برای من آشناست، من میدونم که اینا رو چجوری بایستی که باهاشون در ارتباط باشم. اون سیستمی که من از همین سیستم اداب کانکت هم استفاده میکنیم، اون موقع استفاده میکردیم. من میدونستم که مثلا چجوری باید وارد کلاس بشم و خیلی چیز دیگه، برای من این ناآشنا نبود، چطور ارزیابی و امتحانات و خیلی چیزای دیگر. ولی من میبینم خیلی از همکارای ما ابتدا اصلا به ویژه اونایی که خود سن سال بیشتری دارن اصلا انگار تکنوفوبی دارن. میدونید فقط هم داستان آموزش مجازی نیست، توی نمیدونم پروپوزال هم از دانشجو میگیرن میگن برو پرینت بگیر بیار، نمیدونم پرینت یه رو هم بگیر که پشتش من میتونم بنویسم، حالا اینو ایمیل باشه یا چیز دیگه هم باشه ازش استفاده نمی‌کنم. این که ما مشکل سخت افزاری داریم، ببینید ما اینجا نمی‌خوایم گله بکنیم، ما می‌خوایم ببینیم که با این وضع موجود با این مشکلاتی که داریم عرض کنم که چطور یک اصل جدی برای آموزش و اون هم تعامل و رابطه است، این تعامل رو مراقبت کنیم یا آسیب نبینه یا کمتر آسیب ببینه، یا اگه میشه حتی ازش استفاده کنیم برای اینکه بهتر از فضای کلاس و حضوری باشه. خیلی میگم واقعی، چون ریچوال در مقابل ارز کنم که
بگیم رئال قرار داره. آره. در مقایسه با کلاس حضوری ما چطور حتی بتونیم بهره ببریم از این فضای کلاس مجازی؟ خیلی بهره میبریم دیگه. می‌دونید الان ببینید دانش آموزای ما داستان سرویس رو دیگه ندارن، وقت تو مسیر رو ندارن، خطر نگرانی مامان و برف و نمیدونم چیزا رو نداریم، مشکل آلودگی هوا رو نداریم. چقدر مشکلات رو نداریم ما وقتی کلاس مجازی میشه؟ می‌دونید یه حجم زیادی هست. من چرا تا به حال این کارو نمی‌کردم؟ من شخصا باورم بر اینه که یه درصد زیادی از انگیزه دانش آموز برای سر کلاس اومدن دوستا و همکلاسی‌ها. می‌دونید وگرنه بهترین معلم ها رو بردارید، چند تا ویدیو و DVD و اینا تهیه بکنید، بگید آقا اینا رو بخونید، خوبیش اینه که دانش آموز هر جا رو نفهمید میزنه عقب دوباره میفهمه. یه DVD با متناسب با هوش و درک و استعداد و نمی‌دونم استعداد تحصیلیش و ایناش میاد، یه کسی بیشتر توضیح میده، یه مطلب و یکی دیگه بهتر درس داده، میگه میخوام یاد میگیره بره امتحانشو بده دیگه، این مدرسه اومدن نداره که. ولی داستان اینی که تعامل دانش آموز با همکلاسیاشه، این ذوقش برای دیدن همکلاسیش، نه فقط دلتنگش بشه ها، بگم عصبانیتش برای اینکه بیاد حال همکلاسیشو بگیره. میدونید اینا دانش آموز به مدرسه میکشونه. اینا توی اون آموزش از طریق چیزای آفلاین و نمیدونم چی بسته های آموزشی پرش و اینجور شد، اونا جای اینو نمیگیره، برای اینکه دانش آموز اون انگیزه رو بیشتر از در و دیوار کلاس و خاطراتی که با هم کلاسیاش میسازه و درد و دلایی که با هم کلاسیاش میکنه و قهر و آشتی ها و دعواها و از نمیدونم سیب زمینی سرخ کرده اون بخوره و یکی از کتلت یکی بخوره، با این ذوقی که میاد و اینا دوباره اینا کلی بهانه است برای اینکه به تو خونه به مامانش اینا رو تعریف کنه، به باباش اینا رو بگه. خب اینا رو ما توی کلاس های غیر حضوری نداریم، ولی میشود تا حدودی معلم میتونه این بحث دوم بده، معلم میتونه از طریق تعاملی که بین گروه های دانش آموزی تو کلاس برقرار بکنه این انگیزه رو افزایش بده. یعنی 5 تا 5 تا 6 تا 6 تا بچه ها رو برای گروه بندی بکنه، و اگر این بچه تو خونه هست پسرش سر میره و چیزای دیگه و بعد پتانسیلش رو نداره، آمادگیش رو نداره، مهارتش رو نداره، دلش بخواد دلش نخواد تو گروه 5 نفره باشه و بعدش بیاد اعتراض کنه با من تو این گروه گوشه افتادم، منو تعقیب نمیگیرن، همه تکلیفا افتاده رو دوش من و چیزای دیگه، دیدن هم شده کارو میکنن و برای امتحان کارو میکنن، برای امتحان میان یه گروه دیگه تشکیل میدن، بعدش هم میگن تو این فصل رو بخون، تو اون فصل رو بخون، تو اون فصل رو بخون، دیدی میگه بعد موقع امتحان هر کی مال خودش جواب میده تو گروه میذاره، همه میان کپی میکنن پیست میکنن میذارن، یهو میبینیم دوره های اینجوری آخر ترم. ببینید ما این علاقه دانش آموز رو برای اینکه کار گروهی بکنن رو بیاین، و این که دانش آموز من تو خونه هست حوصله‌اش سر رفته، بیاین مثلا فرض کنید بیاین یه رغبت سنجی بکنیم به بچه‌ها، بگیم بچه‌ها بله توی PV طوری که تو گروه نباشه همه نفهمن، به من بگو تو دوست داری با کیا هم گروه بشی، بعد نگاه کنیم این اونی که شدنی هست، از اون نگاه کنیم یکی از دانش آموزا مورد علاقه همه هست، همه دوست دارن با این هم گروه باشن، و این یه الگوی خیلی خوبی میتونه باشه. بعد من دانش آموز زینفوس رو اینجا پیدا میکنم، من میدونم اگه قراره یه حرفی به دانش آموز بزنم گوش به حرفم بده، باید با این دانش آموز، با این دانش آموز اگر من هماهنگ بشم به اینا میگم بقیه میگن چشم، درست میفهمم دیگه، من اینجوری عملا دارم رغبت سنجی میکنم. به این شیوه ممکنه من کلاسم رو اگر ماهرانه نظر دانش آموزا رو داشته باشم گروه بندی بکنم، بهشون کار گروهی بدم، بفهمید، و زمینه ارتباط 4 تایی 5 تایی 7 تایی نمیدونم دانش آموزا رو با هم دیگه فراهم میکنم، و اون وقت این تنهایی و این تو خونه و سر رفتن و این بهانه برای عرض کنم که گوشه‌گیر شدن و افسرده شدن و آسیب دیدن از این داستان کمتر میشه، و این مهارت مدیریت منه. من علاوه بر که معلمی میکنم باید مدیریت هیجانات دانش آموزان رو داشته باشم، مدیریت روابط دانش آموزان با هم دیگر رو هم داشته باشم. خب بله، مشکل سخت افزاری اشتباه ناپذیر است، چطور میشود بدون ارتباط ویدئویی؟ ببینید دقت بکنید، پیام هایی که طرف مقابل من یعنی دانش آموز من از من دریافت میکنه یه حجمش پیام تصویریه دیگه، پیام تصویری
از تماس چشمی شروع میشه. یعنی من با نگاه هم میتونم بگم که متعجب شدم، با نگاه هم میتونم بگم عصبانی ام، با نگاه هم میتونم بگم نگرانم، خوشحالم، هر چیز زیادی از هیجانات شما تو نگاه متوجه میشه. اوکی، میگن که هیجانات مصری هم دیگه واگیر دارن، به طرف مقابل منتقل میشن. چقدر مصری هم چقدر واگیر دارن؟ خیلی بیشتر از کرونا. چرا؟ چون با نگاه هم منتقل میشن، مثلا با تلفن هم منتقل میشن، با لحن کلام هم هیجانات منتقل میشن، ولی کرونا هیچ وقت اینجوری منتقل نمیشه. خب اگر که ما تماس تصویری نداریم، اگر تماس تصویری نداریم، ما میتونیم، دقت کنیم، میتونیم با محتوای کلاممون و با لحن کلاممون ارتباط بگیریم. آره، لحن کلام شما میتونه پذیرا باشه، میتونه توش کنجکاوی باشه، محتوای کلام شما میتونه پیگیر باشه. دانش آموزای ما بر اساس محتوای کلام ما میفهمه که چقدر برای معلمشون مهمه. اگر شما یک مسئله نیمه کاره از جلسه پیش داشتید، میدونید 2 دقیقه 3 دقیقه ابتدای این جلسه رو بذارید به اون مسئله نیمه کاره جلسه قبل، دانش آموز نتیجه میگیره که معلم من، ما برای معلم من مهمیم. میدونید اگر یه دانش آموز یه سوال پرسید، شما بهش بگید که تا اینجا من اینو میدونم، ولی جلسه بعد یادآوری کن من چیزه یه توضیح دیگه هم دارم، تاکه همین الان میتونم همین جوابو بدم. من این مسئله رو نیمه کاره میذارم برای که جلسه بعد این دانش آموز برای اینکه بعد من یادآوری کنه از اول کلاس هست، حواسش هم هست و مشارکت هم میکنه. ما چقدر بلدیم؟ بلدیم که از جلسه قبل مطالبی رو بذاریم برای این جلسه، بدونی که مسئله ابتر بمونه. ببینید چقدر میتونیم از این جلسه انگیزه ایجاد کنیم برای جلسه بعد. خب اینا میتونه با محتوای کلام ما و با لحن کلام ما عرض کنم که بازی بشه برای این که این ارتباط عرض کردم اگه نیز ایجاد بشه، اگه هست اول حفظ بشه و تقویت بشه. سلام دکتر، اجازه هست؟ سلام، چقدر خوب شد شما صحبت کردید. مبسید من متوجه شدم که تنها مرد دید این رابطه گشتم دنبال اسم آقا بفرمایید. خوب هستین، من یه تشکر ویژه از شما میکنم. خلاصه مرسی از آقا من تکم بس میشه درسته، وضعیت اینترنت هم خوب نیست. نه من صدا شما رو میشنم. صدام رفت درسته؟ صدام هست؟ یکم بله هست. آف خب میخواستم یه بخشی از فرمایشتون نیمه مخالفت داشته باشم، اون جایی که بحث، نه شما رعایت نکنید همون مخالفت نه نیمهش مخالفت نه جدا از چیزمون، واقعا اونجایی که میفرمودید که باید مخاطب قرار بدیم، بخش از همکارای ما تمام تمرکزشون رو میذارن روی مخاطب قرار دادن دانش آموزا برای حفظ تعامل. بله بخشی اتفاق میفته. صداتون قطع شد. صداشون قطع شد ولی من احتمال میده، من حد میزنم ایشون میگه که انقدر میرن سراغ رابطه که درس گم میشه. سلام استاد، اجازه بدین من یه سوال بپرسم تا دوستمون وصل بشن. ما یه LMS داریم تو مدرسه‌مون و یه قسمت هم کلاس‌های آنلاین مثل اسکایروم و بیگ بلو باتن و اینجور چیزا. حجم تعامل معلم در LMS چقدر باید باشه نسبت به زمانی که برای هر دانش آموز توی کلاس آنلاین می‌ذاره؟ یعنی توی LMS ها ما با چقدر مناسب هستش که با دانش آموز ارتباط داشته باشیم؟ آیا استانداردی یا یه حد اقلی براش وجود داره؟ ما چقدر با دانش آموزا بیرون کلاس صحبت کنیم خصوصی، یا مثلا زیر تکلیفاشون پیام بذاریم، پیام صوتی حالا یا نوشتاری و اینها؟ خیلی ممنون میشم پاسخ بدین. بسیار. ببینید البته یه بخشیشو من حق ندارم بگم چقدر. ببینید دقت بکنید، ما یک زمان استانداردی داریم.
درستون. یعنی ببینید وقتی که مدرسه برای شما تعریف کرده 75 دقیقه کلاس و بعدش هم به شما گفته که کلاس از طریق LMS، شما 75 دقیقه کلاس از طریق LMS دارید، تموم شد. مفهوم می‌گیرید؟ 75 دقیقه ما کلاس از طریق LMS دارید. حالا دقت کنید این رابطه، رابطه حرفه‌ای من با دانش آموزه، یعنی اینجا من معلمم، ایشون دانش آموز. اینجا من معلمم و دانش آموز. حالا مطلب کجاست؟ مطلب اینجاست که ببینید شما ممکنه که توی این کلاس به دانش آموزاتون تکلیف دادید، گفتید تکالیفتون رو از طریق واتساپ برای من ارسال کنید، فرض بر اینه دیگه. اوکی، ببینید دقت بکنید، این که حالا شما بیایید اون تکالیف رو از طریق واتساپ دریافت کنید، باز کنید، تو خونه بخونید، ایراداتش رو بگیرید، بعد بیاید سر کلاس بگید ببینید فلانی این تکلیف رو اشتباه حل کرده، فلانی درست حل کرده، این دیگه بستگی به تعریف شما، تعهد شما، علاقه شما به معلمیتون داره. وگرنه تعهدتون 75 دقیقه LMS بود، تموم شد. و واتساپ ابزاری است برای دریافت اطلاعات. شما میتونید دقت بکنید اگه این کلاس حضوری بود چه اتفاقی میافتاد؟ شما بعد تکلیف رو میدادید، بعد ایشون تو همون 75 دقیقه کلاس حضوری دستنوشته‌هاشو برمی‌داشت میآورد به شما نشون میداد، شما میگفتید اینجا غلط، اینجا درسته. بنابراین شما برای اینکه این کاغذ و اینا اتفاق نمیفته، شما باید بیاید سر کلاس واتساپتون رو باز کنید، بیاید بگید که مثلا آقای مثلا احسان رضایی، شما این تکلیفتون رو یه بازنگری بکنید، یا همونجا سر کلاس اگه نمیخواید بشه بقیه دانش آموزا بگید، پاسخشو بدید. این تعهد شماست برای اون 75 دقیقه که قرار تو این کلاس اتفاق بیفته. من خودم ترم گذشته یه درس سمینار داشتم، دانش آموزای من مشاله زنده و سرحال و فعال، هنوزم اون واتساپشون فعاله، کلاس دادیم، امتحان دادیم، نمره دادیم. من دو تا پیش کلاس دکتری داشتم، یه درس دو واحدی ابتدای مه شروع شد، آخر بهمن سال بعد تموم شد. خب درس یه ترمه، ولی ما اینجا اومدیم با دانشوی دکتری بود قرار گذاشتیم که این مباحث رو از اینجا شروع کنیم به اینجا برسونیم. حالا این سه ترم طول کشید. اگر من میخوام دقت بکنید، من میام به شما بگم که نخیر، شما وقتی که نیم ساعت برای واتساپتون وقت گذاشتین، نیم ساعت بعد LMSتون کم کنید. ببین ما یه رابطه حرفه‌ای داریم، معلم شاگردی، اون 75 دقیقه LMS تعریف شده است. اوکی، این کلاس سمینار ترم پیش، خب دانشجو بعد یه سری مطالبی رو آماده می‌کردم، میومدن سر کلاس ارائه می‌دادن 20 دقیقه، من باید از اون نقطه‌ای که اونا ارائه رو می‌بستن بقیه‌اشو ارائه می‌دادم. من اونجا معمولا این کارو می‌کردم. میگم دانشجویی که وقتی سر کلاس ارائه بده، یکی از نگرانی‌هاش اینه دیگه که میگه ببینید استاد اومده سر کلاس من ارائه میدم، بعد از ارائه‌های منم قرار سوال طرح بشه، من استاد چیکار کرد؟ هیچی. من میگم ببینید شما باید ارائه بدید، بیشتر از 20 دقیقه از 2 ساعت کلاس ما بیشتر از 20 دقیقه نیست، ارائه منم بعد از ارائه شما به بعد باشه. حرف توضیح بده گفتم داشته باشیم، من معلمم تو شاگرد من. حالا مطلب کجاست؟ وقتی که کلاس ها مجازی شد، یعنی ما اول بهمن دو جلسه رو شروع کردیم، بعد دیگه مجازی شد دیگه، بنا رو بر چی گذاشتیم؟ گفتیم ببینید شما ارائه هاتون رو وایس تهیه کنید بذارید تو گروه واتساپ، این یک. اسلایداتون هم آماده کنید بذارید تو گروه واتساپ، دو. مطالبتون هم پی دی اف تهیه کنید بذارید تو گروه واتساپ. اوکی، خب نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ما یه بخش زیادی از وقتمون سیو میشد. چرا سیو میشد؟ چون خارج از این کلاس و اینها، من اون ارائه ها رو همه دانش آموزان دانشجو 9 تا دانش آموز دانشجو بودن و گوش میدادند و چیزهای دیگه مطالب رو میخوندن، نگاه میکردن. حالا که کلاس ما، یعنی اون دو ساعت LMS با فعال بود، من تماما صحبت میکردم و در مورد ارائه ها و مطالب دیگه. اینجوری ما اومدیم این آسیبی که کلاس مجازی به نظر من خیلی خوب بود، این کلاس مجازیش خیلی بهتر از کلاس حضوری بود و وقتی زیادی از وقتای مرده دانشجوی ما و من استفاده میشه. مثلا من میتونستم بگم آقا یعنی چی، من کار دارم، همون ارائه ها رو بیارم بگم خب 20 دقیقه اول دکمه رو بزنید بچه‌ها، همتون شروع کنیم وایس سرکار خانم فلانی یا جناب آقای فلانی گوش بدید، چرا شما تعهدی غیر از این دو ساعت ندارم. این تعریف من از معلمیه. من فکر میکنم که ما میتونیم این رو خیلی ماشینی و خیلی حرفه‌ای تعریف کنیم، بیان بگیم که آره من یه راهی رابطه حرفه‌ای با دانش آموزام دارم، اصلا شماره موبایل هم بهشون نمیدم، میدونید، تا بخوام به من، تا اینکه بیان بگم ببینید این شماره اختصاصی دانشجوی یا دانش آموزای منه، درسته، این تایمه، تو این زمان اینا رو بعد برای من بفرستن، منم تصمیم گرفتم یک ساعت خارج از کلاس وقت بذارم برای اینکه به اینا پاسخ بدم. بعدش هم برای پی وی من چیزی نفرستید،
فقط توی گروه مطلب بفرستید؟ تا چرا؟ برای اینکه حرفای نمیدونم بار احساسی عاطفی و تو رو خدا و خواب موندم و جا موندم و مامانم اینجوری به من گفت و بابام اینجوری گفت برای من نفرستم. من معتقدم هر چقدر که ما قرار از LMS فاصله بگیریم، اون LMSی که مجموعه برای من تعریف کرده، و بعد بیان به صورت مثلا ما باید ظرفیت مدیریت رابطه‌ای که احیانا ممکنه غیر حرفه‌ای بشه، غیر معلم شاگردی بشه، ظرفیت مدیریتش رو داشته باشه. خیلی خوب، من سر ساعت 7 از کنم یه قراری دارم و به ساعت من یه چیزی حدود 5 دقیقه دیگه وقت هست. سلام علیکم. بفهمید. بفهمید. سلام، وقت شما هم بخیر. مرسی. نظر مخالفی در مورد یکی از برخای شما و یکی از برخای یه همکار عزیزمون که در مورد پاسخ سوال یه دانش آموز توسط دانش آموز دیگه. من اینو با جدیت تحقیق کردم در مورد اینکه این چقدر میتونه، کجا میتونه موثر باشه، کجا نمیتونه موثر باشه. جهت اطلاع همکارم، جهت اطلاع همکارم بگم که من 10 سال منظم کلاس آنلاین برگزار میکنم. بعد یه سری تجربیات دارم که قطعا میتونه مفید باشه، چون مشکلاتی که همکارا گفتن برای من پیش اومد. برای شما شما یه 10 ساله با تجربه نظرتون رو در کمتر از 1 دقیقه بگید، چون با تجربه هستید من انتظار دارم بتونید در کمتر از 1 دقیقه بگید. برای هر سوال 1 دقیقه. یکی این که ما 1 دقیقه بیشتر وقت نداریم. یکی این که سوال دانش آموز توسط دانش آموز دیگه همیشه جواب نمیده. در قسمت هایی که مثلا بیان دانشه، خب میتونه مثلا در تاریخ مثلا یه سوالی باشه با یه گزینه مشخص، آره، ولی در مورد حل مسئله ها پاسخ دانش آموز به سوال دانش آموز دیگه واقعا نه تنها مفید نیست، وقت کلاس رو هم میگیره. ما اینجوری اینو حل نه، چرا مفید نیست؟ چرا مفید نیست؟ به من بگید. شما فقط نتیجه رو میگید، من میخوام فرایند رو بگید. جایگزین دارم برای فرایندش اینه که مثلا یه دانش آموز سوال میکنه، معمولا میپرسم که اگر شما به یه دانش آموز دیگه رو مخاطب قرار میدم، میگم شما به جای ایشون باشی همین سوال رو چطور مطرح میکنید؟ دوباره یه سوال دیگه اون درست کنه که یه سوال از جنبه های مختلف پرسیده بشه. خب نه، من میخوام بگم مشکل چیه که شما این کار جایگزین. الان من یه دانش آموز یه سوال میپرسه، یه دانش آموز دیگه قرار جواب بده. چه مشکلی پیش میاد که شما در جایگزین تعیین کردید؟ دانش آموز بیانهایی که انجام میده، بعضی وقتا من اینو امتحان کردم، بعد آمار که میگیرم میبینم که چند نفر از بچه‌ها پاسخ با پاسخ سوال این دانش آموز قانع شدن. توی بعضی درس ها درسته، ولی نه ببینید، دقت کنید من مشکل دارم توی بیان شما. آیا علت اینه؟ بذارید من گزینه بگم. اگر یه دانش آموز سوال پرسید، دانش آموز دیگه پاسخ غلط داد، شما نگران پاسخ غلط اون فرد هستید؟ من اجازه میدم به تاخیر میندازم، نه اینکه پاسخ نده. پاسخ سوالات رو یه بخش من میخوام چرا به تاخیر میندازید؟ الان مسئله چیه که شما به تاخیر میندازید؟ شما دارید راهکار میدید. من میگم مشکل چیه، شما راهکار میدید. راهکار نه، مشکل رو بگید عزیزم. مگه یه دانش آموز داره سوال میپرسه، دکتر پورشهریار به غلط گفته که شما میتونید پاسخش از یه دانش آموز دیگه بگیرید، شما میگید اشکال چیه؟ چرا ما باید از یه دانش آموز دیگه پاسخ نگیریم؟ زمان کلاس رو میگیره بدون اینکه ما به نتیجه درستی برسیم. نتیجه چیه؟ نتیجه چیه؟ ایشون دانش آموز دیگه پاسخ غلط داد، چون زمان کلاس گرفته میشه. ما که این کار غلط میدیم بعد تو گروه ها، یعنی کلاس گروه بندی میکنیم، در گروه ها دانش آموزا از هم دیگه ببینید نگاه کنید. شما مسئله رو به من بگید چه مشکلیه. مشکل گفتم دیگه، مشکل اینه که زمان زیادی از کلاس میگیره بدون اینکه ما به نتیجه خاصی برسیم. ولی به جای این ما از دانش آموز آخه چرا جواب نمیده؟ دانش آموز جواب غلط داد دیگه، چرا زمان گرفته میشه؟ کی گفته زمان گرفته میشه؟ یه دانش آموز سوال میپرسه، درسته؟ ببینید من الان یه دانش آموز سوال پرسیده، از من سوال پرسیده، میگه آقای دکتر، میگم بله، میگه 3 ضرب در 3 چند میشه؟ من میگم یه دانش آموز دیگه جواب بده، دانش آموز جواب میده میگه 6. خب الان مشکل چیه؟ نه تو این مثلا نه الان وقت گرفته شد به نظر شما، وقت مثلا نه تو مثال هایی که خب. روش های حل مسئله داره، مثلا فرایند داره تو اون مثلا خب. ها تو این مثالی که شما مثال زدید بسیار خوب. یه دانش آموز دیگه فرایند رو اشتباه رفت، الان به نظر شما وقتش کلاس گرفته شده؟ اینو ما آره ما میگیم که این کار رو کی انجام میدیم؟ تو گروه ها، یعنی دانش آموز به سوال دانش آموز دیگه جواب بده. ببینید نگاه کنید، دقت کنید،
خوب دقت میکنید، من نمیتونم به پله بعدی با شما گفتگو میکنم، متاسفانه شما یک دقیقه نتونستید سوالتون رو بگید علی رغم 10 سال معلمی. شما میگید ما کی این کارو انجام میدیم، من میخوام این رو بگم، من میخوام بگم به من بگید که این روشی که من میگم چه ایرادی داره. شما میگید به خاطر اینکه زمان میبره، من میگم چه زمانی میبره، کی گفته وقت تلف شده؟ من از یه دانش آموزی سوال از من میپرسه، درست شد؟ به جایی که من جواب بدم میگم این دانش آموز دیگه جواب بده، خب دانش آموز دیگه غلط جواب میده، نهایتش اینه دیگه، این وقت تلف شدن نیست که، این غلطیه که قراره بقیه دانش آموزا این غلط رو جواب بدن. ببینید میدونید، بذارید من این مثال بزنم، مثل اینکه شما میخواد یه آدرسی رو برید، درسته؟ برای اولین میخوام به یه آدرس برید، وقتی اولین بار میخواد یه آدرس برید باید دو تا کوچه رو اشتباه برید، اون دو تا کوچه اشتباه رفتن وقت تلف کردن نیست، اون جزء یادگیریه. نفهمیدید؟ دو تا کوچه اشتباه رفتن یعنی چی؟ یعنی من دارم یاد میگیرم، دفعه بعد محال اون کوچه رو اشتباه برید. اگر قراره دانش آموز دیگه جواب نده خودتون جواب بدید، معناش این هستش که شما اولین باری که میخواد یه جایی برید یکی میاد دستتون رو مستقیم میگیره میبره همونجا، دفعه بعد بخواد خودتون برید اشتباه میرید دیگه. یکی از ایرادات جدی معلم ها اینه که نمیذارن بچه ها اشتباه کنن، به کمک هم دیگه اشتباه کنن. نفهمید؟ بعد نگاه میکنین سوال و مسئله رو خوب جواب میده ها، ولی تو امتحان مسئله رو یکم یه تغییر شکل جزئی میدیم نمیتونه جواب بده. مثل که یه نفر رو مستقیم همیشه ببریم سر یه آدرسی، بعدن این خیابون مثلا ترافیکه نمیتونه کوچه پشتی بره، چرا؟ چون همیشه دستش گرفتیم بردیم، خودش نرفته. خب من فکر میکنم که ما نتونستیم متاسفانه به دو سه تا از این سوالات، از جمله این نکته که این دوستمون گفتن و نیمه کاره بود، ولی خب محدودیت زمانی بود، من سر ساعت 7 خداحافظی کنم، همونطور که سر ساعت 6 شروع کردم. خیلی علاقمندم فرصتی پیش بیاد ما همین بحث رو ادامه بدیم. عرض کنم که عذرخواهی میکنم من زیاد پریدم توی صحبت این دوست ما، چون اصرار داشتم که سر دقیقه مسئله تموم بشه. انشالله که بقیه روزتون تقریبا اولای شبتون خوب بگذره بهتون. برای من خیلی خوشایند بود که تعداد قابل توجهی از دوستان تشریف آوردند و موندن تا یک ساعت رو. آره انشالله که به شما خوب بگذره، شما هم خسته نباشید. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما.